ببین دوست من، شما اگه میخوای عکاسی بکنی، ما تو عالم عکاسی امروزه که دلار 32,000 تومنه عکس 50,000 تومنی 60,000 تومنی نداریم. اگه میخوای زنده بمونی، اگه میخوای که کار بکنی پیشرفت بکنی، اگه میخوای یه دوربین مدل بالاتر بگیری، ما عدد 30,000 تومن 50,000 تومنی دیگه تو عالم عکاسی نداریم. اگه نگیری به خودت ظلم کردی. سلام، معمه حال شما چطوره؟ امروز میخوایم با هم دیگه راجع به نحوه قیمت‌گذاری روی کارا، عکاسی، طراحی و ادیت عکس صحبت بکنیم. ببینیم که چجوری بایستی که یه کاری رو قیمت‌گذاری بکنیم و چجوری به مشتری قیمت بدیم. از همه مهمتر، مشتری ها با هم دیگه فرق میکنن در واقع. یعنی یه مشتری که مثلا گل رنگ، یا مثلا این کارخونه جای بزرگ، کارخونه جات بزرگ، با یه مشتری که مثلا داخل اینستاگرام کار میکنه خب متفاوته و نحوه قیمت‌گذاری کاراشون هم بایستی که متفاوت باشه. اینو باید در نظر بگیرید. یعنی اینی که اولین قدمی که راجع به قیمت‌گذاری باید بدونید اینه که مشتریتون رو بشناسید. به کسی که میخواد به شما کار و سفارش بده، بدونید که چقدر میتونه هزینه بکنه. یه آدمی هستش 100,000 تومان برای زیاده، یه آدمی هست 1,000,000 تومان زیاده، یه آدمی هم هستش 100,000,000 تومان زیاده. پس اینا رو نمیتونید تو یه شاخه بهشون قیمت‌گذاریاشونو بدید اگر میخواید که دستتون خالی نباشه. یعنی یه عکاسی هنرمند باید یه طوری هم رفتار بکنه. درسته که هیچ کدوم از این کارا به قولی طوری نیستش که تو امروزه بتونه حداقل اون هنرمند رو پروف بکنه و کاراشو به قولی پر بکنه، ولی باید یه کاری بکنیم که دستمون هم خالی نباشه. مطلب اول بود. مطلب دوم، چجوری قیمت گذاری حالا بکنیم راجع به کارمون. من یه چیز سرانگشتی راجع به عکاسی میخوام براتون حساب بکنم. این عددیه که هستش، شاید هم خیلی منصفانه نباشه. نمیدونم 20 و چندم مهره، 21 دوم، حالا مهر 32,000 تومن دلار بوده. حالا اگر شما بخواید به دلار امروز یه چیزی رو بخواید بخرید، معمولی رو به خوب، مثلا یه دونه D750 نیکون، یه دوربینیه که همه استفاده میکنن، یه جوریه که هم عکسش خوبه هم فیلم برداریش خوبه، یه طوریه که همه میتونن استفاده کنن. در کنار این هم شیشه دی کنون و مارک 2 شیشه دی کنون اشاره کرد که یه دوربیناییه که تقریبا میشه گفت قبل از اینی که حالا این گرونیا و به این صورت بشه، اینا چیزایی بود که عرف بازار بود. یعنی یکی میخواست کار بکنه از اینا شروع میکرد، بعد یا میرفت 5D میخرید، یا میرفت D850 میخرید، یا 810 میخرید که مثلا یه کاری باشه که یه چیز خوب بتونه واسش در بیاد. الان بادیش، حالا من فیلمش هم برای شما اینی که دارم سرچ میکنم و میذارم. ببینید بادی D750، یعنی بدنه بدون برچسب LCD، لنز یا از اینجور چیزا، یه چیزی حدود 41,341,000 تومان خوره. یه دونه لنز هم لازم دارید. حالا اگه مثلا یه لنزایی هستش تو بازار، مثلا اینا، این لنزای تقریبا میشه گفت اینا عرف بازاره بهش میگن، یه مثلا 2405 هم بخواید بگیرید، یه چیزی حدود من فکر میکنم الان 10 تا 15 میلیون تومن هم هزینه این لنزتون هم. ببینید یه 41 میلیون تومن ما اینجا میگیریم، یه دونه 15 میلیون تومن، عددی حدود 56 میلیون تومان برای شما یه ست دوربین بدون برچسب LCD، بدون همه چیش در میاد. ببینید یه دوربین خوب، یه دوربین متوسط رو به بالا، حدود من فکر میکنم 60 تا 70 هزار شات عکس میگیره. حالا ما میگیریم 70 هزار شات عکس میگیره. شما بایستی که توی 5 سال حداقل دوربینتون رو عوض بکنید دیگه، درسته؟ اگر بخواید 5 ساله حساب بکنید، الان شما بخواید برید بانک وام بگیرید چند درصد با شما حساب میکنه؟ بانک الان دیگه کمترین حالتی که میتونه به شما وام بده، من فکر کنم 18-19% دیگه، 18-19% که دیگه کمتر نمیگیره. حالا ما میگیریم 20%. 20% توی 5 سال میشه چقدر؟ میشه 100%. یعنی این عدد باید ضرب در 2 بشه. میشه چقدر؟ میشه 112 میلیون تومان. یعنی اینی که 112 میلیون سرمایه‌تون رو به اضافه تخصصی که دارید باید از توش در بیارید 5 ساله. خود دوربینتون همین امروز بخواید کار بکنید در میاد. عمر دوربین و سنسورتون رو بخواید حساب کنید یه هم چیزی میشه. حالا فیلم برداری که خیلی قضیهش بدتره، حالا شات تو ثانیه حساب میشه و اینا، اونا اصلا حالا ما کاری باهاش نداریم. ما فقط میخوایم که بگیم چقدر عدد میتونیم بابت عکاسیمون بگیریم. ببین دوست من، شما اگه میخوای عکاسی بکنی، ما تو عالم عکاسی امروزه که دلار 32,000 تومنه عکس 50,000 تومنی 60,000 تومنی نداریم.
اگه میخوای زنده بمونی، اگه میخوای که کار بکنی و پیشرفت بکنی، اگه میخوای یه دوربین مدل بالاتر بگیری، ما عدد 30,000 تومن 50,000 تومنی دیگه تو عالم عکاسی نداریم. میخواید به یه مشتری قیمت بدید با توجه به دوربین و تجهیزات شما و با توجه به تجربه‌ای که خودتون دارید میتونید قیمت گذاری بکنید. ببینید، عکاسی باید از شاتی 160-170 تومن شروع بشه به بالا. حالا اگه مدل باشه باید پول مدل رو جداگونه شما بدید. عکاسی بدون فلاشه. شما اگه بخوای فلاش بگیری، یعنی یه جایی باشه، استودیویی باشه، دو تا شاخه، سه تا شاخه نور باشه، یا حتی تک شاخه پورتابل باشه از اینا که اینور اونور میگن گوداکس و اینا خیلی داره، اگه بخواید که از اونها هم داشته باشید، یه عدد من فکر میکنم حدود 12-13 میلیون اگه اشتباه نکنم، حالا اونم بعد چک میکنم، بایستی که اون رو هم شما حساب بکنید روی این کاری که دارید انجام. اگه با سونی داری میری یه جای عکاسی بکنی، عکس 60-70 تومنی نداریم. شما باید 200,000 تومن بگیری، باید 250,000 تومن بگیری. چرا؟ به خاطر اینکه شما یه شات عکس نمیندازی که. مثلا میخوای بری شما از یکی عکس بندازی، با یه دونه شات عکس که نمیتونی عکس مورد علاقه خودت، اگه دیگه خیلی حرفه‌ای و فلان و اینا، دیگه دو سه تا باید بندازی. دیگه کارت این باشه و این کاره باشه، باید دو سه تا عکس بندازی تا یکیش خوب در بیاد. حالا ما میگیم یکی تازه کارتره، باید حداقل 10 تا 20 تا عکس بندازه تا یه دونهش خوب در بیاد. این بابت عکاسیتون بذاریمش کنار. میریم سراغ کارهای طراحی، ادیت، روتوش و از این دست کارها. ببینید، بابت روتوش ما از پایین ترین حالتی که میتونیم روتوش بکنیم حدود 40,000 تا 50,000 تومنه تا باز میره بالا. این روتوش هم باز بستگی به تجربه شما، بستگی به کاری که شما دارید انجام میدید. چرا؟ دو سال پیش با 15,000-20,000 تومن هم روتوش میکردن. طرف میگفت 10 دقیقه وقت منو میگیره، 15,000 تومن میگیرم و تمومش میکنم میره. ولی الان نمیشه. یعنی تویی که میخوای اموراتتو بگذرونی، توی عکاس، توی هنرمند، توی طراح، باید این کارا رو بگیری پولشو. اگه نگیری به خودت ظلم کردی. بابت طراحی کارها بود، ادیت کارها بودش. ببینید، شما اگه بخواید یه صفحه رو صفحه آرایی بکنید، نوشته‌ای داخلش بیاد که خود طرف به شما بده، فقط بخواید طراحی بکنید و اونو خروجی اینترنتی بگیرید، یعنی خروجی RGB بگیرید، خروجی بگیرید که داخل صفحات وب، داخل اینستاگرام و داخل اپ اینستاگرام، نه اینستاگرام یه ذره قضیهش فرق داره، بهتون توضیح میدم. بخواید یه همچین چیزی رو طراحی بکنید، صفحات وب و اینا، اونم از 110,000 تومن باید بگیرید تا 400-500,000 تومن، باز بسته به همون مشتری که بهتون گفتم. یعنی شما اگه برید داخل مثلا گل رنگ، یا برید داخل یه شرکتی خیلی اسم و رسم داری بخوای بهش تر بدی، اگه بهش بگی 10,000 تومن، بری بشینی تو جلسه بگی آقا من مثلا هر عکسی 10,000 تومن برای تو میگیرم، اینو برای تو درست میکنم، طرف میگه مرسی متشکرم، به شما خبر میدم، بلندت میکنه، میگه خوش اومدی. به خاطر اینی که کسی که حرفه‌ایه هیچ موقع رو خودش قیمت اینجوری نمیذاره. توی عکاسی که داری میری اونجا کار میکنی، توی طراحی که داری میری اونجا کار میکنی، بایستی که قیمت و ارزش خودتو بدونی. الان یکی بخواد بره فتوشاپ رو یاد بگیره، حداقل باید یه سال بره کار بکنه برای خودش که بتونه فتوشاپ رو یاد بگیره، که بتونه از توش درآمدزایی بکنه. یه سال نه زرنگ باشه 6 ماه. مثلا من بگم 300,000 تومان میگیرم، یکی دیگه بیاد مثلا بگه آقا من 100 سال این کارم، من چه میدونم، من 1,300,000 تومان میگیرم. اون دیگه بستگی داره به اینی که خودتون چه موقع احساس کنید که من با این پول راحتم. حالا یه کارهای دیگه هم داریم، کارهای پوستری میشه. کارهای پوستری به خاطر اینکه از سیستم رنگ CMYK باید استفاده کنید بره داخل چاپخونه، بایستی که یه سری چیزای چاپ هم بدونید. پس به اضافه اون 100,000 تومن که بابت طراحی میشه، یه عدد 50-100,000 تومنی هم بایستی بذارید برای علم و دانشی که راجع به صفحات چاپ میدونید. پس شد چقدر؟ کاری که قراره چاپ بشه اگه یه سایز A4 باشه، از 200,000 تومن 250,000 تومن باید شروع بشه. اگه اون کار رو رفتی 50,000 تومن گرفتی، یعنی به خودت ظلم کردی.
همه اینا رو گفتم رفیق من که بهت بگم که به هر جهتی کار نکن، روزی رو خدا میرسونه. اگه یه جا رفتی بهت گفتن که یکی هستش با قیمت خیلی پایین‌تر داره کار میکنه، بذارید اون کس انجام بده، خودتون رو ارزون نفروشید، همیشه گرون باشید، جز خدا منتظر رسیدن هیچ کمکی از طرف هیچ آدمی نباشید. و یادتون نره که ما خیلی آدمای خفنی هستیم. انت معلم و احنا منك نتعلم. انت معلم.